زیبا، راستش شنیدم تو یه دوره هیپنوتیزم دیدی، اگه میشه یه اطلاعاتی در این مورد به ما بده. این دوره هیپنوتیزم من در دوره مهمانی مهمان دانشگاه تهران بودم. از طرف دانشگاه تهران ما رو یه چند نفر رو از هر رشته انتخاب میکنن و به ما پیشنهاد میکنن که بریم این دوره هیپنوتیزم رو ببینیم، که یه سری دانشجویان پزشکی بودن، یه سری دانشجویان دندان پزشکی بودن و یه سری دانشجویان مامایی بودن و یک سری هم دانشجویانی که متخصص بیهوشی اینها بودن. اینا انتخاب شده بودن و حالا من نمیدونم بر چه اساسی بود که این کلاس هم در یک ساختمانی بود مربوط به کدوم دانشگاه یادم نیست الان، و دانشجوها میرفتن اونجا که روش های بیدرد رو از طریق هیپنوتیزم، یعنی هیپنوتیزم و دورش رو ببینن که با هیپنوتیزم کردن روش های بیدرد رو برای بیماران یاد بگیرن. بعد من هم توی اون کلاس شرکت کردم و یک سری کسایی بودن اونجا از رزیدنت ها و دانشجویان، به هر حال کسایی که متخصص دوره تخصص میدیدن، یک سری دکترای مختلف و اینا، یک کلاس خیلی پرجمعیه، یعنی سالن کنفرانس پرجمعیتی شده بود. من هم رفتم جلوی جلو نشستم بعد که کامل ببینم این کاراشون چیه هست، و اونجا مسئول اصلی این دوره هیپنوتیزم و کسی که دعوت شده بود که این کارا رو انجام بده آقایی بود به نام آقای بیات. این آقای بیات رو مثلا یک تیپ خاصی هم داشت و بعد اومد خیلی به قول معروف از خودش متشکر، خیلی که خیلی به خودش میبالید دیگه، که در واقع همه کار میتونه بکنه و نمیدونم توی روان و روح و روان همه افراد بره و فلان. همه ما هم که خب مثل کسایی که واو این کیه و چیکار میخواد بکنه، چیکارای عجیب غریبی میخواد بکنه. ما تو این کلاس رفتیم، اونجا کارهای خیلی واقعا هم کارهای عجیبی انجام میدادم، عجیبی انجام داد، از جمله یعنی اصل کار رو همین کار بیات بود، همین آقای بیات این کار میکرد. بعد که خب یه سری هم بهش میگفتن دکتر بیات، ولی خب من نمیدونم، من دیگه خودم دیگه شد بعدها که دیگه همینطور بهش میگفتم بیات. این کاری که انجام میداد این بود که میخوابوند افراد رو و با هیپنوتیزم و با نفس کشیدن و اینها در مدت 2-3 دقیقه این افراد رو میخوابوند و به دوره های قبل برمیگردوند. مثلا میگفت حالا برگرد به دوره مثلا 20 سالگیت، برگرد به دوره نوجوانیت، برگرد به دوره نمیدونم کودکیت، برگرد به دوره ما قبل نمیدونم تو دوران حالا کجا هستی فلان. یه دفعه مثلا ما میدیدیم که یک پسری که مردی که مرد بزرگ آقای دکتری که اونجا هست داشت مثلا ماشین سواری میکرد، مثلا دو 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 مثل بچه های کوچولو که مثلا تو دوری میکنم. تأثیر آن در زمین ناخودآگاه انسان هم هست. این خب این در واقع با این که حالا چه کارهایی میکرد که بعدا من چجوری وارد این شدم رو تعریف میکنم، ولی 100% با ناخودآگاه افراد کار میکرد و میرفت روی، حالا این که از نظر علمی هم کامل نمیتونم تشریح کنم که چی کار میکرد، ولی اون فرد وقتی که اتفاق خیلی سوال جالبیه، چون بعد از این که من این دوره رو میبینم که حدود 1.5 سال من این دوره رو انجام میدم، یعنی دوره رو با خود شخصا آقای بیات، بعد این من این جلسه رو تعریف میکنم که تو این جلسه من خیلی شیفته این آدم شدم و برام خیلی جالب بود که این فرد
چقدر کاری عجیب غریب این کرد در رابطه با اینکه روان انسان و اینکه افراد رو ریلکس میکرد و اینکه هیپنوتیزم کارهای مختلفی بالاخره. من الان نمیخوام توی این مدت کوتاه به اون اشاره کنم که چه کارهایی انجام داد. منتها به این که حتی میگفتش ما چطوری از طریق با انرژی میتونیم آدم ها رو به سمت خودمون جذب بکنیم، چطور میتونیم این افراد رو بهشون یه سری مسائل رو القا بکنیم و نمیدونم، و اینکه توی با همین تروماها یا آسیبهای روحی که توی دوره های مختلف زندگی این افراد داشتن، اینها رو چجوری میشه ما رفع بکنیم با داخل دخالت در این پروسه روحی روانی افراد. من چون خودم دوره عرفان خیلی دورش رو رفته بودم، خیلی از اون موقعی که مذهبی شده بودم هنوزم مذهبی بودم، یعنی یه فرد تو مرحله دوره زینبم بود دیگه، و خیلی اعتقادات مذهبی هم داشتم هنوز با این مسئله، و خیلی کشش پیدا کردم که این مسئله رو بشناسم، چون که روان درمانی و روانشناسی و نمیدونم این زوایای روحی انسان برای من خیلی مهم بود، خیلی علاقه نشون دادم به این مثلا. این شخص بیمار اگر همکاری کنه روان پزشک یا روان درمان یا کسی که هیپنوتیزم کنه تأثیر میتونه بذاره، اگر شخص بیمار همکاری نکنه آیا باز اون کسی که هیپنوتیزم میکنه میتونه کارشو درست انجام بده؟ این طبیعیه که حتما باید خود فرد بخواد، به خاطر اینکه وقتی که خود فرد میاد ما که نمیتونیم یه نفر رو ببریم بخوابونیم یا مثلا به یه نفر بگیم تو حتما بیا مراجعه کن به من یا به شیوه درمانی منو قبول بکن. منتها وقتی خودش میاد میگه که حتما قبول داشتن ما مهم نیست، اینکه با ما مثلا یه سری فالگیرا و نمیدونم این رمالا و اینا میگن ما رو باید به ما باور داشته باشید که کار ما انجام بشه. مسئله اینطور بود، این دوره‌ای که بود این بود که خود فرد بخواد هیپنوتیزم بشه. حالا اینکه توی این هیپنوتیزم این کاری که میخواد این پروسه رو چجوری انجام بده، من توی خود هیپنوتیزم الان روش های هیپنوتیزم نمیخوام وارد بشم، من میخوام کلن از خودم شروع کنم، کاری که خودم کردم، دوره‌ای که خودم دیدم و چقدر این کار رو انجام دادم، و بعد هم در این رابطه چجوری به نفی این روش رسیدم. الان من خودم کسی رو هیپنوتیزم نمی کنم، این روش هایی که اون موقع داشتم و الان انجام نمیدم، ولی برای من یک مرحله خیلی جالبی بود به خاطر اینکه خواستم زوایای روح انسان رو بشناسم. آیا شما تا الان کسی رو هیپنوتیزم کردین؟ من خودم این کار رو کردم، حتی میگم که یک دوره هیپنوتیزم که من شروع کردم بعدن علاقه من شدم که این دوره رو آموزش ببینم و داشتم همین مسئله رو توضیح میدادم، و این خیلی افراد رو هم هیپنوتیزم کردم تو اون دوره یک سال و نیمه. خب اینو توضیح میدم الان. من بعد از اون جلسه چون خیلی علاقه من شده بودم به این آقای بیات، بعد از که جلسه تموم شد نشستم تا خودم شخصا با این آقای بیات صحبت کنم. بعد از جلسه گفتم که آقای بیات من میخواستم با شما یک ارتباط خواستاری داشته باشم و شما رو بیشتر ملاقات کنم و ببینم که اگر میشه میتونم شما رو یک بار یعنی بدونم کجا هستید بیشتر به شما مراجعه کنم و باتون اختصاصی سوالای خودم رو مطرح کنم. اینو که گفتم یه دفعه برگشت گفتش که من الان یه قرار خیلی مهمی دارم و باید اونجا برم، ساعت 7 من باید یه جایی باشم، و گفت خودجایی هم که هستم بلوار ناهید پلاک 7. من یه دفعه گفتم ای بلوار ناهید پلاک 7 چقدر آشناست، گفتم ای بای چقدر آشناست بلوار ناهید پلاک 7. یه ذره که حواسم که جمع شد یه دفعه دیدم آدرس خونه خودمونه. بلوار ناهید پلاک 7 آدرسی بود که خونه پدر مادر من بود. ای شما دارید میرید کنه خونه ما؟ گفت آره. من خیلی برام عجیب شد که این آدرس من از کجا میدونه،
و از یه طرف هم برام این مسئله شد که البته واقعا برای خودم هم جای سوال مونده که آیا شاید رفته اسم منو نگاه کرده بود، آدرس منو داشته، نمیتونم بگم که حتما از ضمیره، یعنی هچی مچی کرده آدرس منو دونست. بعد یکی هم بعدن هم که فهمیدم که ارتباط خیلی نزدیکی با پدر مادر من داره، این که پدر مادر من هم با این بیاد چه مسائل رو داشتن، این یک سوال بزرگ هنوز برای خودم هست. چون تا در تمام این مدت یک سال و نیمه که من با بیات ارتباط داشتم، بیات تحت حمایت بسیار بسیار قوی پدر مادر من بود، یعنی همه جوره این بیات در خدمت اونا بود و همه جوره پدر مادر من در خدمت اینا بودن. اینه که این برای خود من یک معما مونده که این بیات کلن چجوری اومد و چجوری چه ارتباطی با پدر و مادر من داشت. ولی اینجا یه نقطه آغازی شد که من از همون روز ساعت سری که برگشتم خونه، بیات رو که در همون ساعت دیدم که بره خونه ماست و من به شدت علاقه من شدم که با این دوره درمانیش رو ببینم. و این برگشت رو من اصلا تو رو انتخاب کردم. جالب. گفتم من انتخاب کردی؟ گفت آره من تو رو انتخاب کردم و میخوام که هر چی که دارم به تو آموزش بدم. منم که از خدا خواسته و برام خیلی جالب بود که این دوره رو ببینم، این کارای اینو ببینم، بشناسم، یاد بگیرم، تکنیکاشو بدونم. و خلاصه من توی این مدت، حالا این که چجور شروع کردیم الان ادامه میدم. بیاد از طریق چه کسی با خانواده شما آشنا شده بود؟ بابت این کار پولی میگیره از پدر مادرتون؟ خب همین برای من معماست، برای اینکه اصلا از چه طریق پدر مادر من خیلی مسائل رو به من نمیگفتن، به ویژه مادر من. اینکه میدونست من راز ندارم و خب راز نداری من البته به صورت خیلی مشخص مثل امروز نبود، ولی میدونست که به هر حال من تعهدی در رابطه با اینکه حرفی رو نگه دارم نمیتونم تعهد بدم. اما این که واقعا از کجا آشنا شدن، چجوری این ارتباط تنگاتنگ بود و چه مسائلی بود تو این رابطه نمیدونم. این دوره که شما دیدین چه تأثیر روی خلقیات شما داشت؟ توی خلقیات من نمیتونم بگم که روی خلقیات من خیلی تأثیر داشت. البته روی شناخت من، آگاهی من، روی متدهای درمانی من بی تأثیر نبوده، به خاطر اینکه یک علم بوده و خیلی خیلی هم منو درگیر روحی کرد از نظر مسائل، به خاطر اینکه من رو برام خیلی معما بوده که اینها رو پیدا بکنم و من از نظر روحی هم دچار تضادهای روحی شدم، چون این مسائل سوالایی که مطرح میکرد و منو به تناقض خیلی برد. حتی میتونم بگم در رابطه با یک سری مسائل عرفانی و اعتقادی من هم شکافهای بزرگی رو بیات با سوال پیچ کردن من ایجاد میکرد. این رو هم بگم که بیات شبیه یک نفری بود که من تو زندگیم خیلی ازش بدم میمد، البته الان بدم نمیاد، اینو تو کتاب سیبا توضیح دادم، یه فردی به اسم احمد مظفری که این من نمیدونم چرا واقعا ریشه این نفرت من چی بود که من 3 ماه تو خونه تیمی با این فرد بودم. حالا مسائلش رو تو کتاب سیبا نوشتم. شباهت بیات به احمد مظفری خیلی زیاد بود، اصلا احساس میکردم که یه همچون، یعنی این آدم رو گذاشتم، هم از نظر ظاهری ازش یه جور بدم میمد و هم از نظر نوع برخوردهایی که میکرد و این من رو به شدت وارد تناقض میکرد با مسائل اعتقادی خودم. ولی با این حال احساس میکردم که من نباید کم بیارم در مقابلش. اگه من خیلی از نظر اعتقادی قوی هستم، باید رویاروی با این برخورد کنم و بتونم پاسخ بدم. اینه که رابطه خودم رو علی‌رغم اون نفرت عمیقی که تو درون من نسبت به این بود باش ادامه میدادم. اما ما توی مرحله هیپنوتیزم چی کارا کردیم؟
بیات مدام به جلسات مختلف دعوت میشد و دیگه من شده بودم اسیستانت بیات. همه جا منو به عنوان بعدش هم که میگفت خانم دکتر، همه هم که خب به هر حال میدونستن که من مرا سال آخر پزشکیمه و ما این کارم که داریم انجام میدیم و هم جنبه درمانی داشت هم جنبه آموزشی داشت. خب و ما جلسات مختلفی که دعوت میشدیم، مثلا 100 نفر آدم نشسته بودن یا 60-70 نفر مهمانی های مختلفی که بودن، اونجا که دعوت میشدیم این آقای بیات میومد و من هم میومدم و بعد میومد با افراد مختلف رو صحبت میکرد، به قول خودش نمایش میداد. مهمترین نمایشش هم این بود که سیگار رو روشن میکرد، دستشو میذاشت روی سیگار و بعد میگفتش هر کاری میکرد مثلا میگفت دست منو سیگار نمیسوزونه و روحن نمیسوزون دیگه. ما میدیدیم سیگار از یه نفر میگرفت و دستشو میگرفت و سیگار هم اونجوری میگرفت تو دستش، بعد همه بعد میومد نشون میداد میگفت ببینید دست من نسوخته. این یکی از نمایشاش بود. خب من برام اینترسه نداشت که علاقه زیادی نداشتم که حالا حتما این کار رو بکنم. گفتم خب باشه، این چیزای عجیب غریب بود. کسایی که نمایش میدادن مثلا فرض کنید از این جور چیزا دیدیم دیگه، فیلم های آورده بود که برای من که کسایی هستن نمیدونم بطری میخورد، شیشه میخورد، نیزر از این ور میکرد از اون ور در میآورد، لوستر رو مینداخت، نمیدونم این فلان چیز رو با انرژی میترکند، نمیدونم اینو از این کارهای عجیب غریب انجام میگفتش که یا مثلا افرادی رو از زمین بلند میکرد، مثلا میگفت با انرژی میگفت بلند شد، یا به من میگفت دست کسی رو میبست دیگه نمیتونست دستش باز بشه. البته منم این کارو یاد گرفته بودم با نمیدونم هم که چه مکانیزمی بود. این حرکات با پای اساس علمی داره، یه نوع روش خاص خودشو داره. ببین پای هر چیزی پای اساس علمی داره، هر چیزی در این جهان پای اساس علمی داره. علم یعنی قانونمندی های واقعی جهان. خب یک سری حتی این شعبده بازی یک پایه علمی داره، شما از یه سری قوانینی استفاده میکنی و بعد تریک یعنی کلک های یاد میگیری که مردم مثلا نبینن که تو در اون لحظه که اینو مثلا تو این ورد قایم میکنی فلان میکنی. هر چیزی یه پایه علمی داره. سوالت رو میتونیم اینجوری انجام بدیم، آیا این یه تریک بود، یه کلک بود، یه کلک های تردستی هایی بود که مثلا فرض کن مردم نبینن؟ من اون چیزی رو که دیدم رو میتونم بگم. من خودم ندیدم که لوستر رو بندازه، ولی خب از این که دست کسی رو ببنده، از این که افراد رو میخوابوند و خود من هم این کار رو کردم، این کارها رو یاد گرفتم. حالا با چه کارهایی؟ حالا این که بحث علمیش رو وارد بشیم سر این که این چه مکانیسمهایی رو در بدن انسان ایجاد میکنه، من این رو بهت بگم که این توانایی هم از نظر آنالیز و بررسی هم ندارم که در بدن انسان از نظر روانی چیکار میکنه که این اتفاق صورت میگیره. این رو اگر از من میخوای بپرسی من میتونم بگی جواب من از همین الان نه هست. خب پس این چه هی مسئله رو نکشون سر این که مسئله از نظر علمی فلان چی داره چی داره، چون من در این رابطه دستا بالا. خب منتها اینو ادامه میدم، آنچه که خودم انجام دادم و چه مراحلی طول کشید بدون سود یا نفع خاصی، من دارم تمام آنچه که خودم دیدم و تجربه‌ای که با یک فردی که توی این رابطه این کارا رو میکرد انجام میداد رو بیان میکنم. حالا هیچ هم با این ویدیو قصد تایید بیات رو ندارم، چون من خودم شخصا تا آخر این دوره‌ای که باش بودم ازش بدم میومد. نمیدونم چرا هم بدم میمد. یک دلیلش فقط شاید به خاطر این بود شباهتی که شدیدن به احمد مظفری شباهت داشت. یک دلیل دیگرش هم شاید این بود که از کاراش نوع من همیشه به نوع شعبده‌بازی و این جادوگری و اینجور برنامه ها دافعه شدیدی دارم و هیچ وقت هم حاضر نیستم یه همچین کارایی رو انجام بدم. یک کم در رابطه با این هیپنوتیزم های نمایشی من بدم میاد که
آدم نمایش بده و بعد یه پولی بگیره یا فلان. این کارا رو بیاض شاید میکرد، جاهای مختلف دعوت میشد، نمیدونم کشورهای مختلف دعوت میشد، پول میگرفت. هرچند که هیچ وقت من نه از من پول خواست، نه در رابطه با پدر مادرم ندیدم که پول پدر مادر من به اون مستقیما پول بدن، ولی من نمیدونم این پشت این جریان با پدر و مادر من چه نقشه‌ای با هم داشتن. فقط یه قسمتش بعدها یک سال بعد برای من مشخص شد. مرحله‌ای بودم که خونه پدر مادرم رفت آمد میکردم، ولی پدر مادر من دوست داشتن، همیشه اصرار میکردن که من از جمال جدا بشم. بعدها توی این مدت که توی این مدت آموزش خودم در رابطه با هیپنوتیزم متوجه شدم که این خیلی روی مسئله فوکوس کرده و از من میخواد که من از جمال جدا بشم. حالا اینم بهتون میگم که چجوری در چه مرحله این کاره کرد، که اون موقع یه نقطه شد که متوجه شدم که پدر مادر من ازش خواسته بودن و از هر کسی خواسته بودن که هر کسی کمک بکنه که من از جمال جدا بشم، یعنی حاضر بودن که هر چی بپردازم براش. اما من شخصا قصد دفاع از این کار ایشونو شخص ایشونو ندارم. من فقط به عنوان یک فردی رفتم که باهاش یاد بگیرم و ببینم که چی کارهایی تو این رابطه میکنه. به عنوان استاد پذیرفتینش؟ به عنوان استاد من شخصیت بیات رو قبول نداشتم، ولی استاد در این زمینه بله. یعنی مسئله هیپنوتیزم رو و چیزای مسائلی که به من یاد داد و این متدهایی که یاد داد برام جالب بود و خیلی خیلی چیزایی رو من تو این رابطه یاد گرفتم ازش و برام و تونستم هم خودم این کار انجام بدم. خب زیبا، تو که از این استاد اینقدر تنفر داشتی، چطور این مدت دوام آوردی؟ خب من از نظر احساسی بهش احساس خوبی نداشتم و میشه گفت نزدیک به تنفر. یک بار برگشتم ازش پرسیدم تو شیطانی؟ خندید، یه حالت یه خنده خاصی کرد و اینقدر که من رو به چالش میکشون، به تناقضات منو رو می آورد، ولی برام خوب بود. انگیزه من برای ادامه ارتباط با اون یکیش این مسئله بود که میخواستم تو درون خودم از خودم ممنون بشم که تونستم پیش برم و این من نبودم که عقب نشینی کردم. اما البته الان یه همچین حالتهایی رو ندارم و الان خیلی راحت عقب نشینی میکنم، اصلا با کسی حتما بگم که بایستی برم کم نیارم فلان، خیلی راحت اقرار میکنم الان که خب من کم آوردم یا نمیخوام یا مثلا اینا برام الان خیلی مهم نیست. ولی اون موقع برام هم این عامل بود، هم این که یاد میگرفتم یه سری مسائل جدیدی برای من پیش می آورد و این مسائل جدید یعنی یه دانش بود و من همیشه تشنه آموختن و دانستن بودم، به ویژه در رابطه با انسان شناسی و مسائل روحی و اینها. بعد نقش مسائل مذهبی من در اون موقع تاثیر داشت که من واقعا برم ببینم این کاهنا چجوری هم. همیشه میخواستم این کاهنا رو هم بدونم، در این حال که میدونستم از نظر اسلام مطرود بود یا مورد قبول نبود، ولی شناختنش رویارویی با این برای خود من یه جذابیتی داشت. در این مدتی که شما پیش این استاد شاگردش بودین، آیا تونستین کسی رو هیپنوتیزم کنیم؟ اگر تونستین نحوه هیپنوتیزم موفقیت رو خودتون در این مورد توضیح بدین؟ من اوایل که بیشتر با همراه خودش بودم و تکنیکش هم به این صورت بود که خودش میمد افرادی که تو جمع بودن میگفت کی داوطلبه که هیپنوتیزم بشه و خب داوطلبای زیادی هم بودن و من اوایل به عنوان یک کسی بودم که تماشاگر بودم و همراهی میکردم، به عنوان یه دستیار بودم. اما کم کم که این متد رو یاد گرفتم خودم هم این رو انجام میدادم و کسایی بودن که من اونا رو هیپنوتیزم میکردم با همین متدی که آموخته بودم و اون متدش هم مبتنی بر این بود که
ما از شروع کردیم و اساس مسئله روی دم و بازدم بود و آگاه کردن فرد به دم و بازدم خودش و از این نفس خودش و هر تنفسش آگاهانه تنفس رو ببره روی چون از تمام اعضای و اول میگفتیم چشماتو ببند، خودت رو در یه جایی تصور کن، بعد به یه نقطه نگاه کن، بعد از یه مدتی که میگفتیم نفس که بکش، نفس که همینطور که میگفتیم نفس بکش، نفستو حالا بده به دست راستت، نفستو بده به دست چپت، نفستو بده به پای راست، پای چپ، همینطور. این البته به این صورتی که من دارم تونتون میگم نبود، یه مقدار زمان میبرد و اینکه فرد رو کم کم ریلکس میکردیم که با تنفس خودش و آگاهی خودش روی تنفسش بتونه بعد اون جایی که دوست داره بره و بعد فرد تصویر سازی میکرد برای خودش و بعد اینو برمیگردوندیم به اون جایی که به مراحل گذشتهش، به در واقع نقبی بود به ناخودآگاه. خب حالا برگرد به 10 سال پیش، کجا هستی؟ بعد خودش اون دیگه خودش تصویر سازی میکرد و میگفت من الان اینجا هستم، من دارم یک کسی رو میبینم، آه یه جای قشنگیم، یا فلان فلان فلان. و بعد ما میگفتیم خب حالا برو. به میزان این که این کار میگفتیم برو، و حالا مثلا میگفت من فلان کس رو، من یک کسی رو دارم میبینم، این میگفتیم خب حالا چی میگو؟ و این در اون فضای ریلکسیشن، این ما اون کمپلکس های فردی رو حل میکردیم. مثلا فرض کنیم که یه نفری برگردوندیم اینو به دوره جنینیش، یه دفعه مثلا گفت من الان وحشت میکرد، یه دفعه میگفت من مثلا یه دفعه به من داره حمله میکنه، چاقو داره میکشه، یا مثلا این چیزایی بوده که ناراحتیایی که بعد بلند میشد، یه دفعه طرف میگفت من مثلا از این یه همچین مشکلی رو خودم داشتم. و همینطور در واقع اساس روی تنفس تراپی بود. یعنی منظورتون اینه که به ضمیر ناخودآگاه شخص هم رخنه میکردین، نفوذ میکردین؟ در واقع رفتم به ناخودآگاه فرد بود و اینکه القا کردن و با القا ما اون پروبلم های رویش رو رفع کردن بود. و مثلا فرض کن اگر طرف دوست داشت یه کسی رو با یه کسی دعوا کنه، ما میگفتیم خب برو هرچی دوست داری بگو. اگه میخواست مثلا ماشین داشته باشه، مثلا آرزوی یه ماشین رو داشت، میگفتیم برو توی تخیلش، در واقع توی فضای روحی روانیش، ما اینو سیرش میکردیم، این نیاز وجودیش رو برآورده میکردیم. اما این یه متدی بود و این توی این روش ها، من که الان دارم این حرف رو میزنم توی این کلیپ به این کوتاهی، نمیتونم تمام اون کارهایی که ما توی یک سال و نیم، من مدام با این دوستم، یعنی با همین آقای بیات، من این بر میرفتم اون بر میرفتم، توی این جلسات میرفتیم، آدم های مختلفی رو میدیدیم. مثلا فرض کنید یه دفعه افراد رو که بر میگردوندیم به دوره های قبل، میگفتیم حالا برو تو 100 سال، مثلا برو حالا تو از موقع جنینیت هم برو پیشتر. ولی دفعه مثلا میبردیم اینو به دوره قبلتر و میگفتم خب حالا اسمت چیه؟ یه دفعه اسم این که فرض کن الان افسانه بود، دفعه میگفت اسم من مثلا فاطمه است. بعد میگفتم خب حالا برو بازم عقبتر. مثلا تو یه موردی یه خانمی بود، یه دختر خانمی بود از فامیلای ما بود، اسمش فرزانه بود. بعد ما اینو که هیپنوتیزم کرده بودیم، وقتی همینطور توی همینطور به سالهای گذشته رفتیم، 50 سال گذشته، بعد 50 سال، دوباره 100 سال، دوباره 200 سال فلان، همینطور میپرسیدیم اسمای مختلف، میگفت یه دفعه در یه مرحله گفتیم اسم چیه؟ گفت اسمم حسنه. بعد خیلی جالب بود که دختری در یه مرحله اسمای زن رو میگفت، یک دفعه گفت حسن. و بعد این فرد کسی بود که یه مقدار حالت مردونه داشت، دورگه بود صداش و یه مقدار مثل این ترانس ها بود، و
ولی یه حالت های بیشتر یعنی خیلی زنانه نبود. بعد برای خود من اینجا خیلی جالب بود که این یه دفعه در یه مرحله گفت من اسمم مثلا حسنه، یا خواهر خودم نازیلا رو بیاتین رو هیپنوتیزم میکرد، میخوابون بدنش رو مدیوم میکرد، بعد میگفت حالا شما بیایید با روح پدر بزرگم یا فلان نمیدونم کسایی که فوت کرده بودن صحبت کنید. که بابای من اومد یه بار نشست پلوی همین خواهرم که خواب بود نازیلا، بعد با اون صحبت کرد، هرچی میگفت اینجوری که در یه حالت ریلکسیشن بود، و بابام دست خواهر ما گرفته بود و فکر میکرد که داره با پدر بزرگش حرف میزد. بعد اونم یه دفعه خواهر من اصطلاحاتی رو به کار میبرد و حرفایی میزد که خیلی تعجب جای تعجب داشت، که مثلا اصطلاحاتی بود که پدر بزرگ من برای بابام به کار بود. یه دفعه پدر بزرگم یه دفعه نازیلا از زبان پدر بزرگم مثلا مدیومی برام شده بود، یه دفعه برگشت به بابای من گفت البالا، البالا یعنی بابای من که اسمش علی بود اون همیشه علی بالا صداش میکرد، بالام یعنی فرزندم علی. یعنی شما خودتون قبول دارین که با هیپنوتیزم میشه با روح انسان؟ ببین من اصلا نمیخوام در رابطه با اینها اصلا تحلیل کنم و بگم که قبول دارم یا ندارم. من فقط دوست داشتم تماشاگر باشم. الانم من این کارهایی که در رابطه با احضار روح و اینا میکنن نمیگم قبول دارم نمیگم قبول ندارم. من شخصا خودم یکی از دختر خانومی بود خونه ما کار میکرد خونه مادرم اینا، بعد این یه روز اسمش نسرین بود، گفت من زیبا تو رو تو منو میتونی هیپنوتیزم کنی، من میخوام یه مقدار ریلکس بشم اینا. این موقع من خودم تنها اینو هیپنوتیزمش کردم تو خونه. بعد وقتی گفتم که نفس از طریق نفس داد و به اعضای بدنش به پاش به فلان، بعد این که رفت ریلکس شده بود اینها، بعد گفتم خب حالا تو خود کجا حس میکنی؟ خودت کجا هستی؟ گفتش من الان سوریه هستم، حرم حضرت زینب هستم. گفت آره چقدر قشنگه فلان، این داشت حرف میزد تو خواب، بعد یه دفعه گفت یه مردی اومده تو اینجا، حالا تو اون خواب حالت خواب داره با من صحبت میکنه، گفت یه مردی اومده اینجا میگه که من با تو کار دارم. گفتم یعنی کی با کی کار داره؟ گفت میگه با اسم منو به کار برد، گفت زینب تو رو کار داره. حالا دقیق الان یادم نیست که اسم سیبا رو به کار برد یا نه، بعد گفت الان یادم نمیاد اون موقع. بعد وقتی که گفتم خب این کیه چه، گفتش که میگه من اسمم علیه. گفتم علی؟ گفت آره یه مرد جوون 21-23 ساله است اینجوری، بعد کتشلوار سرمه‌ای پوشیده، یه پیرن سفید داره و اینها. گفتم که خب حالا، بعد میگفت با من کار داره، میگفت من میخوام با اون صحبت کنم. من خیلی برام جالب بود که این ارتباطا، این مسائلی که پیش میاد، این چه چیزی هست. بعد وقتی که بیدار شد این نسرین، بعد من شک کردم، گفتم که بذار ببینم این که عکس شوهر اعدام شده منو که ندیده، نمیدونه که. بعد یه دفعه آوردم گفتم که عکسش از آلبوم کشیدم، گفتم ببینم اونی که تو دیدی این بود؟ یه دفعه گفت ای این بود. خب این برای خود من، اون که نمیدونست اصلا شوهر من چه شکلیه، شوهر من که اعدام شده و شوهر اولم خب، و این که الان مثلا یه همچین صحنه یه همچین چیزایی برام، این که توی ذهن ما، من توی ذهن خودم، چه تو ناخودآگاه من ناخودآگاه اون، این تبادل تصورات، این انرژی ها چه چیزهایی به هم انتقال پیدا میکنه برای من ناشناخته است. اما من فقط میتونم اون اتفاقاتی که افتاد رو بگم. پس میشه گفت شما تا اندازه تو کارتون موفق بودی؟ ببین موفق من الان میتونم بگم چه کارهایی کردم و چرا بعد دیگه این کارها رو نکردم. من همون نسرین رو که خوابونده بودم، که البته تو خونه خودم این کارو میکردم دیگه، خیلی کسایی که دوستام که حاضر بودن که من هیپنوتیزمشون کنم، یکی از کارهایی که کردم که تو یکی از داستان هم اشاره کردم به اون،
و اون داستان فکر کنم زیبا و ناصر هست. اونجا من این واقع القا و قدرت القا رو اشاره کردم. به این صورت بود که من توی موقعی که نسرین خوابیده بود، خواب یعنی خواب هیپنوز رفته بود، بهش گفتم که خب حالا دو برو هر کاری که یه سری کارهایی با این انجام دادم که مثلا برو اون کارهایی که مسائلی که در رابطه با کمپلکسای خودش بود و گفتم برو مثلا اون چیزایی که دوست داری انجام بده، برو نمیدونم فلان 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 این هیچ. قبل از اینکه بیدار بشه من خواستم یه تکنیکی رو امتحان کنم و اون این بود که بهش گفتم که تو وقتی که بیدار میشی بعد از نیم ساعت یک شربت آب نمک برای خودت درست میکنی و میخوری. بعد من این دوستای منم چند نفر بودن که منو میخواستن نگاه کارهای منو ببینن، ما این فقط این حرف رو زدم. بعد از یه مدتی یه سری کاره گفتم خب حالا نفس رو بده، نمیدونم دست راه فلان، حالا کم کم بیدار میشی و حالا برو اینجا نمیدونم چی الان اصلا یادم نیست چی کارهای دیگه میکردم اون موقع. به هر حال یواش 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 بیدار شد. گفتم خب حالا چشماتو باز کن قشنگ یه نفس عمیق بکش، حالا نگاه کن کجا هستی. گفت آخ الان اومدم تو این اتاق فلان. گفتم حالا بلند شی. احساس خوبی داشت. بعد بلند شد. حالا ما همه توی اتاق نشسته بودیم. بعد از نیم ساعت که گذشت ما که به این هیچی نگفتیم، بعد از نیم ساعت که گذشت دفعه دیدیم این نسیم اینجوری میکنه نمیتونست بشینه. بعد گفتم که چیه نسیم چیکار میخوای بکنی؟ گفت من یه کاری میخوام بکنم و باید این کارو بکنم و ولی به این نخندیدم. گفتم که چیه؟ گفت من نمیدونم ولی که یه ذره غیر عادیه ولی باید این کارو بکنم. گفتم خب حالا چیه مگه؟ گفت من باید یه شربت آب نمک درست بکنم، شربت آب نمک بخورم. البته من نگفتم همشو سر بکشی چون خب این ضرر داشت. بعد گفتن بعد رفت درست کرد. گفتم خب برو درست کن. رفت شربت آب نمک درست کرد اینا آورد و دو سه قلوب خورد. با وجود این که خب کسی شربت آب نمک درست نمی‌کنه که بخوره، بدمزه نیست، بدمزه هم هست، ولی دو سه قلوب خورد. چرا؟ ناخودآگاهش الغا شده. حالا من خیلی کارهای دیگه ای میتونستم انجام بدم، از جمله اینکه دست فرد رو یه کاری بکنم که ببنده، درف دستش باز نمیتونست بشه، هر کاری میکرد نمیتونست دستش رو باز کنه، یا مثلا با انرژی طرف رو به سمت خودم بکشونم از روی حتی در یه اندازی از یه صندلی بیا جلوتر از انرژی که مثلا از چند متر این ورتر، و یا دستم رو پشت فرد میذاشتم بدون اینکه لمسش کنم اینجوری با دستم میکشوندمش و طرف تا حدی که اصلا میخواست بیفته اینجوری احساس میکرد که از عقب یک جریانی هست که داره اینو میکشونه. این حالت و این کارهای من باعث شده بود که مادر من همش هر جا میرفتیم بلند میشه بگو زیبا مثلا پاشو بیا دست فلانی رو ببن، بیا یکی رو از صندلی بلند کن، بیا یکی رو نمیدونم بکش به سمت خودت، بیا یکی رو هیپنوتیزم کن. و من از این کارا خیلی بدم میمد چون جنبه درمانی نداشت بلکه جنبه نمایشی داشت. من توی مدتی که با بیات بودم بعد از مدتیشون خیلی کارهای خیلی اینتنسیو خیلی فشرده این یه سری کتابایی رو برای من آورد و یه سری مسائل رو برای من مطرح کرد و ما خیلی شبها بود تا صبح بیدار میموندیم. زیرا با این روش هیپنوتیزم چند درصد میشه بیماران اختلالات روانی یا شخصیتی یا دیپرسیون ها یا مشابه اینها رو مداوا کرد که نیازی به دارو درمانی نباشه؟ خب حالا این سوالت اینجا نگه دار، حتما من به این سوال چون سوالت جالبه و ربط داره و من بگم که این کار رو من تا به کجا پیش بردم، از کی دیگه این کار رو نکردم به خاطر اینکه، ولی من در رابطه با هیپنوتیست به طور کلی یه نقدی رو بعدها نوشتم در رابطه با این روش. من در طی این دوره میگم یک سال و نیمی که با بیات حتی خیلی اینتنسیو و فشرده ما با هم کار میکردیم، میگم شبهایی بود که بیدار میموندیم،
خیلی. و این برام خیلی جالب بود که پدر مادر من هیچ وقت اعتراض نمی کردن. که من شب تا صبح با این توی اتاق هستم، نشستم، ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، صحبت میکنیم، این و و اینا وقت اصلا من گفتم این زندگیشو چرا برای من گذاشته؟ شما از پدر مادر شما پول هنگفتی گرفته که واقعا خود منم شخصیت شما کار کنه بینا یا دچار مشکلاتی هستین که بتونه. آره ولی پدر من منم امکان داره، به خاطر اینکه واقعا تو فکر کن یه نفری پیدا بشه بگه که تمام مدت در خدمت تو باشه، محال بود، محال بود من یک بار زنگ بزنم بگم که بیاد امروز میای فلان ساعت میای، گفت نیم ساعت دیگه اونجا. پس بدون شک پول درستی گرفت. نمیتونم، من نمیتونم، شاید این میتونه به یکی از احتمالات باشه. آخرای رابطم بیاد یه بار از من پول قرض کرد حدود 120 هزار تومان یا 150 هزار تومان. حالا منم دانشجو یا خیلی هم من پولم زیاد نداشتم که، مثل همیشه پول زیاد دارم ولی نمیدونم چرا میتونستم به همه پول بدم، ولی این پولم به من نداد، به من به عنوان قرض گرفت. بعد همیشه به پدرم گفتم که آجان خوبیشم از من قرض گرفت، میخواد به من میخواست بده، فعلش کن مسئله نیست، اصلا مهم نیست، تو نباید از بیات پول بگیری. هیچی، اینقدر پدر من این حرف زد که دیگه اصلا یک بار گفتم شما بگید خب پول منو بده. خب این که ما که با همی هم اون بنوان قرض از من گرفته بود. بدون شک مدیونی کار نکرده ایشون. ببین این که چه عاملی بود میتونه یکی از عوامل مالی باشه. نمیتونم من بگم که رابطه عشقی بود، هیچ وقت به من رابطه ابراز عشق نکرد، هیچ وقت به من حتی یک بار نگفت روسری تو بردار. منم اون موقع افکار مذهبی داشتم، همیشه مثلا با حجاب اینا میشستم پیشش، حتی تا صبحم که باهاش میشستم توی اتاق، ولی اینم نبود، با هم میرفتیم تو ماشین این ور اون ور همه جا با هم میرفتیم، ولی بگم عامل احساس عشقی هم به من داشت نه، ولی نمیتونم هم که بگم بدون شک حتما این بوده، چون برای گفتن اینها و حکم کردن خب خیلی مهمه که این انسان مدرک یا دلایل کافی رو داشته باشه، ولی میشه گفت به عنوان یکی از احتمالات میتونه باشه. حالا بذار این مسئله رو بگم، من که بعد برگردم به سوال تو، من توی این دوره‌ای که بودم این اینقدر که با من کار میکرد میگفت تو خیلی قدرت داری، به من گفت قوی ترین هیپنوتیزور دنیا میشی تو و بعد و تو میتونی تو من تو رو به این دلایل به دلیل قدرتی که داری انتخاب کردم. میگفتم تو چرا من انتخاب کردی؟ تو چرا هر لحظه من میگم میای؟ تو اصلا انگار من شاگرد تو در واقع هستم که از تو یاد بگیرم، ولی تو همیشه آماده برای من هستی. میگفت من تو رو انتخاب کردم. خب نمیدونم این حرف رو میزن، میگفت تو به خاطر قدرت خاصی که داری من تو رو انتخاب کردم، ولی خب من خب شک خودم رو در این رابطه داشتم، شکای دیگه خودم هم داشتم به این. بعد یک روزی به من اومد گفتش که من از تو یه گزارشاتی رو دادم از توانایی‌های تو، از مسائل تو و از اینکه این کارهای خب منم با این خیلی بحث میکردم. بعد گفت یک مدرکی برای تو فرستادم از آمریکا. از آمریکا من یک دفعه دیدم یک مدرک، بدون اینکه آمریکا ببرم، یه مدرک، یک کاغذ اینقدر، یه پاکت گنده فرستادم، دیدم باز کردم دیدم اسم من اونجا خیلی قشنگ طلایی، یه مدرک اینجوری کارت مستر هیپنوتیزیست و یک دونم اینجوری که تو بتونی قاب کنی، کارت مستر هیپنوتیزیست و یکی هم که قاب. اونو بابای من گرفت قاب کرد از طرف یک، گفت من با این من با یک انجمن هیپنوتیزم در ارتباط هستم که اونها منو قبول دارن و فلان و اینها و من با اونها در ارتباط. من هر چیزی که میگفتم که من دوباره تحقیق چیزی اینا که نبودم که تحقیق کنم،
گفتم خب این که بعد گفت من برای تو اینو فرستادم، حالا برای اون مدرک مثل که فکر کنم برای اون که یک سری کارهای تو اون رابطه از نظر اداریشو اینو انجام بدی، از پدر من یه مقدار مثل که پول گرفته بود، یه مقدار نمیدونم، برای کارهای اداریش. من اینو آورد و که این مدرک رو من توی مطب خودم از زده بودم و این مستر هیپنوتیزیست که کالتر کارتشو داشتم تا سالها من داشتم، ولی سال 2001 در جریان یکی از این حالات مانی خودم من مدارکم رو گرفتم، یه سری مدارکم رو پاره کردم، از جمله اینو برداشتم با قیچی، چون خیلی سخت بود دیگه، مثل این کارتای بانکی هستن، از با کارتای بانکی که هستش نمیشه که تو اینو پرس شده. بعد اینو من بریدم ریز ریزش کردم، ریختم دور. بعد گواهینامه خودم هم که الان میخواستم بیارم اینجا نشونم بدم، اونم اون زمان اومدم ریز ریزش کنم، منتها یه گوشه این ورشه که بریدم منصرف شدم، الان گواهینامه من یه گوشش بریده است الان از این مدتم هنوز نرفتم عوضش کنم. و به هر حال چون گفتم خب گواهینامه همه دیگه، هر که نگاه کنه میبینه، ولی یه گوشش بریده است. اما این مدرک رو که برای من فرستادن، من با این انجمن در ارتباط قرار گرفتم، حتی این انجمن برای یکی از جلسات کنفرانس عمومی که از تمام هیپنوتیزورهای مختلف توی سراسر جهان داشتن دعوت میکردن، یکی از کسایی هم که دعوت کردن من بودم برای سخنرانی. مکالمه تلفنی داشتین؟ نه تلفنی نه، این از طریق نامه می نوشتیم. حالا این که مثلا اونا به من یه دونه اینجوری دعوت نامه برای شرکت در این کنفرانس فرستادم. توی همین جریانات بود که من گفتم که این حالت نمایشی هی شده بود، مادرم می گفت فلان فلان، که می گفت همه جا این کار، قدرت من هم در هیپنوتیزم خیلی بیشتر شده بود، یعنی خیلی راحت میتونستم که اینو هیپنوتیزم کنم، اونو هیپنوتیزم بکنم. منتها خود من بنابه اون اعتقاد و تعهد پزشکی که داشتم فقط در زمینه درمان این کار انجام میدادم، اما این مسئله کاملا نمیتونست آدم فقط تو زمینه درمان داشته باشه. یه موقع مثل همون موقع کنجکاوی خودم میگفتم برو شربت آب نمک هم بخور، اون که درمان نبود که، ولی کنجکاوی اون چیز القای داشتیم قدرت خودتون امتحان کردن روی انسان ها و این الان به هیچ عنوان قبول ندارم. بعد یا اینکه توی مادر من میگفت بیا نمایش بده اینا، من گفتم مامان من نمیخوام که نمایش بدم که مردم خوششون بیاد، من کار نمایشی بدم میاد، مگه من سیرک بازم یا نمیدونم چیزم شعبده بازم که نمایش بدم، نمیخوام این کار باید بدم میمد. و این کارهای به مرور زمان دیدم نه، کارهای بیاد یه حالت نمایشی داره و بعد یه دفعه میدم هی اینجا دعوت میشد، اونجا دعوت میشد، فلان میشد، بعد پول میگرفت دیگه، پولایی که میگرفت، من که پول نمیگرفتم. بعد من میگفتم که یک روزی هم از من پرسید، برگشت گفتش که تو آرزو چیه؟ میخوای که به یه قدرتی برسی که مثلا این لوستر رو بیاری پایین، یا نمیدونم این فلان وسیله رو نمیدونم اونو این کار بکنی، نمیدونم اونو بهتر کنی، فلان از اینجور چیزا. گفتم که نه خب چه به چه دردی میخوره مثلا لوستر رو بیارم پایین، تازه باید یه نفرم بیاد جارو بکنه لوستر هم که شکسته، خب من مثلا به چه نفعی داره؟ اصلا شما قبول داری یه همچین کاری رو که میتونه؟ حالا اصلا من الان قبول دارم که این کار رو اینقدر از این کارا تو دنیا انجام دادم با انرژی، ولی من برگشتم گفتم من نمیخوام حتی اصلا گیریم یه همچین کاری بشه، نرفتم بحث کنم بگم آیا میتونی یا نمیتونی، گفتیم گیریم یه همچین توانایی هم اصلا من بتونم داشته باشم، ولی چه فایده ای داره؟ من مثلا فرض کن تصور کن الان این لوستر بیاد پایین، جز این هستش که اطرافیان من وحشت میکنن، تازه از من دور میشن و بعدش هم که تازه یه لوسترم خراب کردم که چی؟ من نشون بدم که من هستم، من قادرم، من فلانم، که چی؟ این قدرت نیست. گفتم اگر میتونی، خب تو چه آرزویی داری؟
گفتم من آرزویی دارم که اون 10 روزی که تو زندان داشتم و احساس خیلی قشنگی که با هستی کردم و خیلی اون حالتهای 10 روز زندان خودم رو که حالا تو کتاب زندانم هست، گفتم اون 10 روز من تمام زندگیم بشه. بعد یه نگاه اینجوری کرد، گفت آرزو؟ گفتم من آرزوم در رابطه با خودم هست، نه در رابطه با اعمال قدرت به دیگران. بعد یک بار دیگه برگشت روزی که باعث شد که از من دور بشه، آخرین روزی که در واقع مقابل من وایستاد، یعنی مقابل من وای نستاد بلکه از من دور شد. دیگه فکر میکنم خیلی هم صحنه عجیبی بود برای من. تا ساعت 5 صبح ما نشسته بودیم حرف میزدیم و اینقدر این صحبت کرد و بعد من میدیدم که به نوعی میکشید در رابطه با شوهرم جمال. بعد یک بار برگشت گفت تو اگر میخوای به قدرت خیلی بالایی برسی، به درجه خیلی بالای عرفانی برسی، تو اگر از جمال بکنی و از شوهرت طلاق بگیری، تو به اون قدرت خواهی رسید. اون لحظه چه سودی به حال ایشون داشت؟ اون لحظه من یک دفعه یک جوری انگار کلیک کرد. خب مادر پدر منم خب تمام هم و غمشون این بود که من از اون طلاق بگیرم دیگه. و بعد حالا کاری ندارم که اینجا تو این کلیپ نمی گنجه که این بیاد من با جمال تماس میگیرم و میخوام که این دو نفر با هم دیگه روبرو بشن، با هم دیگه صحبت بکنن، حرف بزنن و این قدرت‌های خودشون نشون بده. بعدم دیدم که جمال و بیات یک دشمن خونی هم دیگه میشن و اصلا خیلی با هم دیگه خیلی برخوردای تندی هم با هم میکنن که البته بیشتر از طرف جمال بود. اما اون لحظه تو اون شب وقتی این حرفو به من میزنه، برگشتم یک جمله بهش گفتم بالاترین قدرت دنیا رو تو تصور کن. همینطوری بهش نگاه کردم گفتم برای رسیدن به اون قدرت نمیخوام کسی رو پلکان برای خودم بکنم، من اونو نابود کنم که من به اون مرحله برسم، حتی اگر اون یک مورچه باشه، چه برسه به جمال که من دوستش دارم. حالا ببین این جریان درست شاید تو ناخودآگاه من را بعدن جریاناتی پیش میاد که خودم بعد از یه مدتی از جمال جدا میشم، ولی همون لحظه بهش گفتم من در برای رسیدن به مرحله بالاتر حتی عرفانی نمیخوام از جمال جدا بشم. من از جمال اگر جدا شدم برای نفس خود اون جدایی جدا میشم، برای خود اینکه دلم میخواد جدا بشم و اینکه به نفع هر دوتامونه جدا میشم، نه به خاطر اینکه من از اون جدا بشم بهش ضربه بزنم و بهش بگم اون موقع به خودم بدهکار میمونم، به خودم بدهکار میمونم، چرا که من به یک قدرت بالایی خواهم رسید که مثلا فرض کن که لوستر رو بندازم که از اون نندازم چی مخواد بشه. ولی حالا این اینجا تو پرانتز بمونه که من این لحظه یادم اون موقعی که وقتی این حرف رو زدم خیلی نگاه خاصی به من کرد و بعد یک جمله هم گفت، یک داستانی هم تعریف کرد از حضرت علی که حضرت علی نمیدونم یه نفری میخواست حضرت علی رو ببینه یا حضرت علی میخواست ببینه، بالاخره داستانش خیلی جالب بود که فقط برگشت گفتش که این من دنبال خدا میگشتم و تو خدا هستی. اون صحنه ای که تعریف میکنه خیلی داستان جالب بود، الان یادم نمیاد، ولی میخوام اینو بگم که این باعث شد که دیگه ما با هم دیگه ارتباطمون قطع بشه که دیگه اون دوره‌ای که ما با هم داشتیم رو نداشته باشیم. البته یک سال و نیم مدت کمی نیستش که ما میدونی چقدر روزهایی رو با هم بودیم، چه شبهایی رو با هم بودیم، چه مراحلی رو گذراندیم، کجاها با هم رفتیم، چه کارهایی رو با هم انجام دادیم، چه چیزهای عجیب غریبی رو دیدیم. تفاوت سنیتون چقدر بود با سنتون؟ تفاوت سنی من با اون موقع من
شاید 33-34 سالم بود، اونم شاید 50 بیشتر بود فکر کنم. فکر میکنید که ایشون علاقه به شما داشتن؟ من نمیدونم، شاید علاقه داشت نمیدونم، ولی علاقه جنسی یا عشقیشو به من نشون نداد. کاملا عادی بود روابطش. من شایدم نشون میداد، من نمیگرفتم، چون من در یک بره، من تا یه مقطعی از زندگی خودم اصلا اینقدر فوکوس روی خودم بودم که اصلا نمیدیدم احساسات عشقی و عاطفی دیگران رو نسبت به خودم. شاید داشت، ولی من نمیدیدم. میشه که شما تو دنیای خودتون کاملا غرق شده بود. یکی من در رابطه با این مسائل جنسی احساسی، من اصلا میتونم بگم بعد از 39 سالگی ما اینها بود، یعنی در واقع بعد از گذر از مرحله زینب که اصلا خودم رو رها کردم و گفتم ببینم این مسائل اصلا احساسات من. و شما وقتی میگم 40 سالگی شروع کردم به لاس زدن، دیگه خودت تو فکر کن که دیگه چجوری بود. من اصلا حتی با هر مردی که آشنا می شدم و وارد رابطه نزدیک برقرار می کردم، اونا احساس می کردن که من چقدر در رابطه با مسائل عشقی و جنسی و اینها مبتدیم. کاملا سرد بودم. حالا آره کاملا، یعنی توی وادی دیگه بودم. ولی حالا جدا از این مسئله برگردم روی این هیپنوتیزم. وقتی که از طرف آمریکا به من این نامه رو نوشتن، من تو مرحله‌ای بود که دیگه به نقد این متد رسیده بودم که چرا من بایستی یه فرد رسم بخوابونم، چرا باید بخوابونم، چرا باید ناخودآگاهش وارد شم، چرا از خودآگاهش و موقعی که بیدار هست شروع نکنم، و اگر من یه انسان توانایی هستم باید بتونم از خودآگاه فرد وارد به ناخودآگاه بشم، نه این فرد بخوابه و من در اون رابطه وارد دستکاری بکنم. و این رو نقد کردم و شروع کردم به نوشتن این نقد، و این نقد رو به ترجمه به انگلیسی کردم، فرستادم به آمریکا به همون انجمن هیپنوتیزم که اون مدارک منو نوشته بود، و اینا هم گفتن که، و در اون رابطه گفتم من خودم آماده میکنم یک سخنرانی در نقد کلن این متدی که در این یک سال و نیم یاد گرفته بودم میخوام من انجام بدم. این سخنرانی من مبناش روی این باشه، یعنی نقد این متدها. و دیگه به پدر و مادرم، پدرم که نه ولی مادرم که هر وقت میگفت دیگه اینو هیپنوتیز کن، اونو هیپنوتیز کن، دیگه میگفتم این کارو من اولا نمایشی این کارو نمی کنم، دوما کسی هم که میخواست به من بگه هیپنوتیزم بکن، منو دیگه این روش ها رو، یعنی بعد از بیات دیگه و بعد از اینکه هم از خودش دور شدم و هم خودش رو مسائل حالا شخصی خودش هم بود که اینها برای من تناقضاتی در شخصیت خودش رو که کلن قبول نداشتم، شخصیتش برام بی نهایت زیر سوال بود از نظر یک کسی که بخوام، ولی خب فعلا من به شخصیت اجتماعیش و شخصیت زندگیش کاری نداشتم، میخواستم اون علم رو یاد بگیرم. و اون علمم که یاد گرفتم و به کار بردم، به مرور احساس کردم که نه، به عنوان یک شناخت و یک دوره‌ای که من خیلی آگاهی ها به من داد خوب بود، ولی به عنوان که این متد رو بگیرم و بخوام دیگه این کار رو نمی کنم. من و رد کردم دیگه هیپنوتیزم. هر کسی میخواست به من هیپنوتیزم کنه گفتم نه، من در بیداری با شما کار میکنم، نه در خواب، نه اینکه شما رو من بخوابونم و بعد بیدارشی بگی که اینجا رفتم اونجا رفتم و بعد من اونجا به تو بگم کجا بری. اگر خواستی با هم و در موقعی که کامل آگاه هستی، در با خودآگاه تو من کار دارم نه با ناخودآگاه تو. زیبا در این رابطه موفق هم بودی؟ روی شخصی کسی کار کردی؟ موفقیت به دست آوردی؟ که روی خودآگاه بازم این سوالت خیلی، بذار این مرحله رو تکرار کنم. دو تا سوال کردی،
من این دوتا سوالی تو رو باید آخر سر جواب بدم و این رو هم به یه جایی برسونم، بعد به این دوتا سوالت هم بپردازم. من در رابطه با این نقد رو که نوشتم و به ترجمه انگلیسی هم کردم و فرستادم، من باید میرفتم آمریکا تا اینو ارائه بدم، این سخنرانی خودم رو تو اون کنفرانس ارائه بدم. بعد ولی باید ویزا میگرفتیم و با این مداری که من داشتم رفتم آنکارا به سفارت آمریکا، چون ایران که سفارت آمریکا نداشت. رفتم سفارت آمریکا، مدارکمو ارائه دادم، منتها قبول نکردن و من انتظار نداشتم که اصلا، خیلی هم عصبانی شدم اونجا. بعد وقتی که گفتن نه ما با این مدارک و اینا ویزا نمیدیم، دیگه من برگشتم ایران، براشون یه نامه فرستادم، گفتم که شما آدم دعوت میکنید برای سخنرانی، شما لطفا ویزای ما رو اول تضمین بکنید، بعدا من نمیتونم بیام اونجا. و اینکه احساس کردم که نمیدونم دیگه چه جریانی بود، چه کنفرانسی بود، چه چیزی بود، ولی به هر حال حالا شایدم این ویزا ندادن من به خاطر 100% اختلافاتی که بین ایران و آمریکا بود اینا هم نقش داشت، ولی به من به هر حال ویزا ندادن و من آمریکا نتونستم برم. من فقط این باعث شد که در واقع کل این پروسه یک سال و نیم دوره هیپنوتیزمی که من داشتم برای من حاصلش یک تجربه های علمی، تجربه های و اون مدرکی شد که من داشتم. دیگه اون مدرک رو هم میگم، دیگه اون کارت کوچیکش رو ریزیز کردم، اون یکی دیگر رو زده بودم توی این مطبی هم که کلن ایران داشتم. اما در رابطه با سوالتو، با ضمیر خودآگاه اول سوال اولی تو جواب میدم که قبلش پرسیدی که آیا این هیپنوتیزم میتونه درمانگر اختلالات شخصیتی، رفتاری همین همراه برسان بیماریایی که از من ناشی میشه؟ ببین، من حالا اون مسائل اونایی که خب مغزشون از نظر ارگانیک دفکت دارن یا نقص دارن، من اونا رو نمیتونم الان بگم که این میتونه به طور کلی درمان بکنه یا نه. و ولی کلن این بیماری یعنی هیپنوتیزم میتونه، هیپنوتیزم اون روشی که ما یاد گرفته بودیم که من الان اصلا نمیخوام بگم این کار اصلا انجام نمیدم و نمیدونم هم که میتونه این کار رو بکنه یا نکنه، چون که البته بیات مدعی بود که حتی ما سرطان رو با این مسئله درمان میکنیم، فلج رو درمان میکنیم، ما نمیدونم آدمای، یعنی ادعاهای خیلی خیلی بالایی داشت. قلوف نکرده؟ قلوف کرده یا نکرده، اون بر مبنای اون بایستی از خودش، یعنی اون میگفت، ولی ما بایستی، خب طرف میتونه حرفشو بزنه، ما میگیم خب حرف تو رو ما اون موقع قبول میکنیم که تو با سند و دلایل به ما ثابت کنی. اون موقع حرفش با عملش میتونه مشخص بشه که آیا واقعیت داره یا نداره. اما اون یه همچین چیزایی رو ادعا میکرد و میگفت میتونه. من چون الان اون متد رو ادامه نمیدم و اون کارا رو انجام نمیدم، نمیتونم الان بگم که در اون رابطه صحبت بکنم و در اون زمینه بیشتر سکوت میکنم، میگم نمیدونم. اما برای اینکه توی رابطه با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم هم خودش یک علمیه که کسایی که توی این علم رفتن میتونن، کسایی اصلا خیلی نیروهای کارهای عجیب کردن، باید رفت و توی این رابطه هیپنوز و کارهایی که قدرتهایی که دارن و انجام میدن و کارهایی هم که کردن رو اونا رو به طور مشخص بررسی کرد. اما در رابطه با متد خودم که من نقد کردم روش، یعنی دخالت یا نفوذ در ناخودآگاه رو، بلکه گفتم ما بایستی با خودآگاه فرد بریم
جواب سوال دومت رو میدم که آیا با تاثیرگذاری روی خودآگاه افراد تونستم موفقیتی در روان درمانی انسان‌ها داشته باشم؟ میتونم بگم بنا به ادعای بنا به تجارب خودم بله، و من اصلا روشم اینه، یعنی در واقع با سوالاتی که در موقعی که فرد بیداره، در موقعی که فرد روبروی منه، در موقعی که فرد حی و حاضر هست و خودش داوطلبانه سراغ من اومده، من ازش سوال میکنم، من باهاش رفتارهایی که دارم و برخوردهایی که میکنم نقب میزنم. یعنی شما شاهدایی دارین که رو حرف شما صحه بذارن؟ شاهدای من تمام افرادی هستن که به من مراجعه میکنن. تعدادشون هم کم نیست حتما. من الان نزدیک چی میگم، بیش از دوره دانشجویی خودم، از دوره که حتی فارغ التحصیل نشده بودم، کار روان درمانی رو شروع کرده بودم به طور داوطلبانه و همین طور ما بیمار میدیدیم. تو کشور آلمان که هستی پولی که دریافت نمی‌کنی بابت این کار؟ نه، من پولی دریافت نمی‌کنم برای اینکه کارم رسمی نیست. و ایرانم که کار انجام میدادم، با وجودی که کارم رسمی نبود، ولی چون به عنوان دانشجو بودم، اول که دانشجو بودم خب کارم تحقیقاتی بود، مجانی میرفتم، رایگان این کارو میکردم و تازه برای خیلی از بیمارا خرج میکردیم. ولی حالا برای اینکه من میخوام این کلیپ در حوزه هیپنوتیزم باشه، اون سوال و این کلیپ رو تمام کنیم، چون بخش روان درمانی من، تجارب روان درمانی من و کسایی که به من مراجعه کردن و موفقیت های من، نمونه هاش رو ما میتونیم در کلیپ های یک کلیپ دیگه مجزا در تحت همین عنوان، اینکه من زیبا کار اساس کار روان درمانی تو بر چیست، روی چی هست، من تو این رابطه بهت توضیح بدم و کلن برای همه دوستانم توضیح بدم. اما سوال تو که مطرح کردی که آیا با نفوذ، با تاثیرگذاری رو خودآگاه آیا موفقیتی داشتی، در واقع روان درمانی من هست و اینکه آیا موفقیتی داشتم یا نداشتم رو هم در تمام کسایی که با من زندگی کردن و به من مراجعه کردن میتونن بگن این مسئله.